به سرنوشت ریاست دبیرخانه کمیسیون انتخابات. آسیب که انتخابات پیشرو از تأخیر در گزینش رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات خواهد دید. پروسه صدمه می‌بیند. نبود رئیس دانشگاه یک نگرانی کمیسیون است. دفتر این کمیسیون در غزنی کماکان بسته است و هیچ نامزد در این ولایت ثبت نام نشده است. هشدار اسلام آباد به واشنگتن. وزیر خارجه پاکستان میگوید اگر نام کشورش در فهرست خاکستری قرار گیرد شاید راه اکمالاتی ناتو به افغانستان را ببندد. اگر فشار بالای پاکستان میآید که موجب صلح در افغانستان میشه موضوع سفر. سفر هنرپیشه به افغانستان که نوستالژی فیلم مهاجرت شراقا و شیرین گل را به همراه آورده. شیرین گل پرسوز برای پیوند کلیه به هرات آمده است. قربان عجب دولت داره. اونا را خوب وقت کشتن از بین بردن. سلام با خبر ده شب از یک خوش آمدید. من یاسر ابرار هستم. مشروع خبرها، تأخیر در گزینش رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات از سوی رهبران حکومت تأسف بار است. کمیسیون مستقل انتخابات با بیان این موضوع میگوید این نهاد برای گزینش رئیس دبیرخانه کمیسیون یک فهرست 3 نفری را در هفته های پسین بر ریاست جمهوری فرستاده، اما تا هنوز رهبران حکومت در این مورد هیچ اقدام نکردند. برخی از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات از نبود رئیس در دبیرخانه این نهاد نگرانند و میگویند ادامه این وضعیت روند انتخابات پارلمانی را آسیب میرساند. ریاست جمهوری و ریاست اجرایی در این مورد چیزی نمیگویند، اما برخی از قانونگذاران در مجلس تاکید دارند که رهبران حکومت با تأخیر در این روند در تلاش جابجایی مهره های خودشان در این کرسی اند. عماد روستایی گزارش میدهد. پس از آن که شهلا حق سرپرست ریاست دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات از مقامش کنار رفت، این نهاد 3 تن را برای گزینش بر ریاست جمهوری معرفی کرد. 15 روز از فرستادن فهرست 3 نفری کمیسیون انتخابات بر ریاست جمهوری می‌گذرد، اما ظاهرا رهبران حکومت در انتخاب 1 تن به عنوان رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات وقت کشی می‌کنند. ادامه این وضعیت کمیسیون مستقل انتخابات را نیز نگران کرده، چنان که این نهاد از عدم توجه رهبران حکومت برای گزینش 1 تن به عنوان رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات سخت نگران است. جای افسوس است که رهبری افغانستان در 2 هفته نتونستند که از بین 3 نفر یکیشون که به نظر خود از او بهتر و برتر می بود بر دانشگاه کمیسیون انتخابات معرفی کنند تا به حال پاسخ دریافت نشده. کمیسیون مستقل انتخابات انتظار دارد تا هر چه زودتر رئیس جمهور و رئیس اجرایی به سرپرستی در ریاست دبیرخانه این نهاد پایان دهند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید ادامه این وضعیت روند انتخابات را آسیب خواهد رساند. که هر چه زودتر شود به خاطری که پروسه صدمه میبیند. نبود رئیس دانشگاه یک نگرانی کمیسیون است. در کنار کمیسیون مستقل انتخابات، تأخیر در گزینش رئیس دبیرخانه این نهاد از سوی رهبران حکومت وحدت ملی بسیاری از قانونگذاران را نیز نگران کرده است. برخی قانونگذاران میگویند که رهبران حکومت در تلاشند تا افراد خودشان را برای ریاست دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات بگمارند. حکومت در صدد ازی است که هر گامی را که در کمیسیون در مورد کمیسیون انتخابات میگذاره باید منفعت خود مد نظر بگیره. تعیین تقرر رئیس دارالانشا قطعا از این امر مستثنا نیست. رئیس جمهور افغانستان کوشش میکنه کسی را در وجه بگماره که او فردا فرمانبرداری و یا در واقع دستور ریاست جمهوری را در اولویت خود قرار بده، نه استقلالیت کمیسیون را و نه احترام به آرای مردم افغانستان. ریاست جمهوری و ریاست اجرایی نخواستند در مورد این نگرانی ها چیزی بگویند. کمیسیون مستقل انتخابات نزدیک به 15 روز پیش جاوید حبیبی معاون پیشین عملیاتی دبیرخانه این کمیسیون، عبدالبصیر عظیمی معین پیشین وزارت انرژی و آب
و احمد خالد فهیم رئیس برنامه های کمیته سویدن در افغانستان را به ریاست جمهوری فرستاد تا از میان این سه تن رئیس جمهور یکی را به حیث رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات برگزیند. اما حالا که چند ماه معدود برای برگزاری انتخابات پارلمانی باقی مانده، هنوز روشن نیست که رهبران حکومت چه زمان تصمیم نهاییشان را در این مورد خواهند گرفت. از سوی هم روزانه یک تا دو مرکز ثبت نام در شهر غزنی بسته می شود. مسئولان کمیسیون انتخابات در ولایت غزنی می گویند به دلیل بسته بودن دفتر کمیسیون انتخابات و تمام شدن مواد حساس انتخاباتی برخی مرکزهای ثبت نام بسته شده است. از سوی هم به دلیل بسته بودن این دفتر هنوز پروسه ثبت نام رای دهندگان در ولسوالی های این ولایت و روند ثبت نام نامزدان انتخابات شورای ملی و شورای ولسوالی ها آغاز نشده است. بیش از یک ماه است که معترضان در دفتر کمیسیون را در غزنی بستند. خواست معترضان هم حوزه شدن انتخابات در این ولایت است. این کار سبب شده تا پروسه ثبت نام رای دهندگان در ولسوالی های این ولایت و روند ثبت نام نامزدان انتخابات شورای ملی و شورای ولسوالی ها آغاز نشود. در کنار این، 10 مرکز ثبت نام رای دهندگان در شهر غزنی به علت تهدیدهای بلند امنیتی بسته است و 5 مرکز هم در ساحات امن غزنی به دلیل تمام شدن مواد حساس انتخاباتی در روزهای نزدیک بسته شده است. مسئولان کمیسیون انتخابات در غزنی نیز تایید میکنند که روزانه 1 تا 2 مرکز ثبت نام در شهر غزنی به علت کمبود مواد انتخاباتی بسته می شود. ما باید در تاریخ 25 ثور مواد خود در مراکز ثبت نام در ولسوالی ها افتتاح میکردیم. متاسفانه ما تا حالی یک صندوق مواد در یک از ولسوالی ها انتقال ندادیم. در خود مرکز قبلا که مواد انتقال داده بودیم، متاسفانه نسبت کمبود مواد، نسبت نبود مواد، هر روز مره یک مرکز ما بالاخره یا از ناحیه محل زنانه یا از محل مردانه فلج میشه. شمار از این معترضان میگویند که خواست اصلی آنان حوزوی شدن انتخابات در این ولایت است که این کار را کمیشنران کمیسیون از توانشان بالا گفته و آن را از صلاحیت های رئیس جمهور می دانند. ما وقتا حیات اعزام شده کمیسیون انتخابات مرکزی کابل درش حاسمی صاحب و قرشی صاحب بود ملاقات بودیم و صحبت ها بسیار خوب بود، خواسته های مشروع خود را شریک کردیم. اما در این میان برخی فعالان مدنی غزنی از حکومت و تحسن کنندگان می خواهند تا بیشتر از این قانون و انتخابات را به تمسخر نگیرند و هرچه زودتر به یک نتیجه برسند. این فعالان مدنی هشدار می دهند که ادامه این روند مردم را خسته ساخته است. امکانات از این موضوع به خاطر وجود ندارد که در ولسوالی ها مشکلات امنیتی به اندازه زیاد است و حدود و نفوس از این ولسوالی ها احصای دقیق هنوز موجود نیست که اینا میخوانی حوزایی شده در. با این حال برخی از اعضای شورای ولایتی غزنی بحث حوزایی شدن انتخابات را تمام شده میدانند و میگویند حکومت و کمیسیون بیش از این تصمیمشان را در این مورد اعلام کردند. شورای ولایتی غزنی میگوید به دلیل سکتگی در کار کمیسیون در این ولایت باشنده های 17 ولسوالی غزنی از اشتراک در این پروسه باز ماندند. مواد اساس برای مراکزی که باید انتقال داده میشد انتقال داده نشدند و فعلا مراکز بسته از کار کرد خود باز ماندند و در سطح ولسوالی ها هنوز ثبت نام شروع نشده. بنابراین این چالش که باید مواد اساس از کمیسیون مستقل انتخابات ولایت غزنی به مراکز ثبت نام در سطح ولسوالی ها انتقال داده میشدند که نشدند هنوز. از سوی هم عارف نوری سخنگوی والی غزنی هم تایید می کند که از 57 مرکز ثبت نام رای دهندگان در شهر غزنی 10 مرکز آن به دلیل تهدیدهای بلند امنیتی و 5 مرکز به علت تمام شدن مواد انتخاباتی بسته است. 10 مرکزش به سبب تهدیدات بلند امنیتی که البته مسدود بودن و فعال نشده بودن و پس از او برای فعلا 42 مرکز دیگه ما فعال داریم و متبقی دیگه مراکز ثبت نام که 5 مرکز اضافه تر میشه. اینا به سبب تمام شدن مواد ثبت نام از چند روز به این طرف فعالیتشان متوقف شده. نزدیک به 40 روز است که در کمیسیون انتخابات در غزنی بسته است و این مسئله روند ثبت نام رای دهندگان در این ولایت را سخت آسیب رسانده است.
چنانکه سطح اشتراک مردم در این پروسه به پایین‌ترین سطح آن قرار دارد. سه روز پیش هم هیئتی از دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات برای برداشتن خیمه تحصن و رسیدگی به خواستهای معترضان به غزنی رفتند، اما پس از ساعت‌ها رایزنی و گفتگو پشت درهای بسته بدون کدام دستاورد به کابل بازگشتند. از برپایی این خیمه تحصن در برابر درب ورودی دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در ولایت غزنی 40 روز می‌گذرد. هرچند 3 روز پیش هیئت به خاطر حل این مشکل به غزنی آمدند، اما ظاهرا دیده می‌شود که آمدن هیئت به غزنی بی‌نتیجه بوده و هنوز هم خیمه سر جایش پابرجاست و درب کمیسیون هنوز هم بسته است. محمد فیصل نوید، تلویزیون 1، غزنی. پاکستان به آمریکا هشدار می‌دهد در صورت قرار گرفتن نام این کشور در فهرست خاکستری کشورهای پشتیبان هراس افغانی، راه اکمالاتی ناتو را خواهد بست. وزیر خارجه پاکستان هشدار می‌دهد اگر این کار صورت گیرد، اسلام آباد رابطش با آمریکا را مورد بررسی قرار می‌دهد و شاید راه اکمالاتی ناتو به افغانستان را ببندد. وزیر خارجه پاکستان تاکید می‌کند اسلام آباد در کار مبارزه با هراس افغانی اقدام‌های جدی کرده است، اما وزارت دفاع ملی می‌گوید پاکستان در کار مبارزه با هراس افغانی صادق نبوده و از هر گونه فشار بر پاکستان استقبال می‌کند. نرگس هورخش گزارش می‌دهد. پاکستان برای آمریکا خط و نشان کشید. وزیر خارجه پاکستان در واکنش به پیشنهاد آمریکا مبنی بر این که باید پاکستان در فهرست کشورهای تمویل کننده هراس افغانی اضافه شود، هشدار می‌دهد در صورت اجرای شدن این خواست آمریکا، اسلام آباد روابطش با واشنگتن را مورد بازنگری قرار خواهد داد و از سوی راه اکمالاتی نیروهای ناتو را در افغانستان خواهد بست. آمریکا این پیشنهاد را در ماه‌های نخست سال روان به گروه کاری بین‌المللی مبارزه با پولشویی داده بود. واشنگتن بارها هشدار داده است در صورتی که پاکستان بر ضد پناهگاه‌های امن هراس افغانان در خاکش اقدام نکند، ممکن آمریکا دست به اقدام‌های چند جانبه بزند. 10-15 سال که بعد ایسا ہوا ہے، 10 سال است که چنین اتهاماتی از سوی آمریکا علیه پاکستان مطرح شده است. در سال 2009 هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا نیز پاکستان را در عدم مبارزه با هراس افغانی متهم کرد، در حالی که ما خود قربانی هراس افغانی هستیم. وزیر خارجه پاکستان تاکید می‌کند که این کشور در پیوند به مبارزه با هراس افغانی اقدامات جدی کرده و نباید این کارکردهای اسلام آباد نادیده گرفته شود، اما می‌گوید که پاکستان از طریق نظامی در افغانستان به پیروزی دست نخواهد یافت. امریکا از طریق راهبرد نظامی نمیتواند در افغانستان به پیروزی دست یابد، اما حضور نظامی امریکا و افزایش گروه‌های هراس افغان به ویژه داعش به یک نگرانی جدی برای پاکستان مبدل شده و پاکستان خواهان یک رابطه بنیادی و شفاف با افغانستان است. در افغانستان اما وزارت دفاع ملی میگوید پاکستان تا کنون هیچ اقدام صادقانه در راستای مبارزه با هراس افغانی انجام نداده. وزارت دفاع ملی تاکید میکند افغانستان از هر گونه اقدام آمریکا که در افغانستان ثبات بیاورد استقبال میکند. ما که قربانی وضعیتی هستیم که پاکستان بر ما تحمیل کرده، باید ایر پاکستان بدانه که کشوری که در شمال پاکستان هست همیشه با روابط نیک با تمام دنیا خواهان فعالیت هایی بوده که به مسیر انکشاف قرار بگیره و صلح در افغانستان تامین شود. اگر فشار بالای پاکستان می آید که موجب صلح در افغانستان میشه، ما از او استقبال میکنیم. در صورتی که پاکستان در فهرست خاکستری کشورهای تمویل کننده هراس افغانی قرار گیرد، مشکلات اقتصادی در این کشور نیز اوج خواهد گرفت و اسلام آباد با بحران جدی روبرو خواهد شد. ظاهرا آمریکا هم می‌خواهد از این طریق فشارها بر پاکستان را افزایش دهد. در ادامه این مجموعه خبری، نگرانی شماری از نمایندگان در مجلس از ناامنی‌ها در ولایت بدخشان. این نماینده ها می گویند برخی از باشنده های این ولایت مجبور شدند خود دست به کار شوند. انتظار جبران خساره 1 سال پس از رویداد.
شرکت های آسیب دیده در حمله چهارراهی زنبق میگویند تعهدهای حکومت با آنها عملی نشده است. حمیده عبدالله، مشهور به شیرین گل پرسوز، هنرمند تئاتر و سینمای افغانستان، برای پیوند کلیه به ولایت هرات آمده است. او که سالهاست در بیرون از کشور زندگی میکند، از دولت میخواهد تا جلو کشتار و خونریزی را بگیرد و نگذارد دیگر تفنگ به جای قلم در این سرزمین حاکم شود. حمیده عبدالله حکومت را در پشتیبانی از هنر تئاتر و سینما نیز ناتوان خوانده و میگوید این هنر در کشور زنده به گور شده است. حمیده عبدالله در نمایشنامه‌ها و سریال‌های تلویزیونی زیاد نقش بازی کرده که بارزترین آن ایفای نقش در فیلم شیراقا و شیرین گل میباشد. همکارم فرهاد جویا از هرات گزارش در این باره فرستاده. از سویدن برای پیوند کلیه به افغانستان آمده است. سویدن که یکی از کشورهای پیشرفته جهان در بخش طبابت است، اما حمیده عبدالله مشهور به شیرین گل پرسوز، هنرپیشه پرآوازه کشور، با طی کردن این فاصله زیاد برای پیوند کلیه به هرات آمده است. حمیده عبدالله که بیش از 20 سال است در بیرون از کشور زندگی می کند، اما 2 سال می شود که از تکلیف گرده رنج می برد. او اکنون اینجا در هرات با پیوند موافقانه کلیه ساعتبندیش را دوباره به دست آورده است. خانم عبدالله می گوید عمرش را در راه هنر و تئاتر سپری کرده است، اما جنگ و بدامنی سبب شده است تا سالهای زیاد در عالم غربت زندگی کند. مدت 1 سال بود، بسیار وزم خراب شد دیگه. بعدن در جستجوی می بودم که جایی باشه که ما، چون ما شما اوقدر پول زیاد نداریم، جایی باشه که ما برم تداوی مکنم فرزند برای خاطر تعویض گرده. خب بعضی دوستای اینجا پیش از ما آمده بودن، اونا شفایاب شدن. برای من 2 هفته 3 هفته قبل به لوحه عدم کفای کلیه یا عدم کفای گرده مراجعه کردن. بعد از اینکه معاینات از اینا تکمیل شد، مریض کاندیدت کیدنی ترانسپلنتیشن شد و توانستیم با تیم جراحی عملیات پیوند کلیه با موفقیت پیش از اون انجام بدیم و بعد از مدت 10 روز الحمدلله امروز وضعیت صحیح از اون خوبه و ان شاء الله امروز یا فردا از شفاخانه دسچارج میشه. خانم عبدالله از دولت خواسته های دارد. میگوید حکومت دیگر اجازه ندهد تا جوانان این وطن به خاک و خون کشیده شوند و به جای تفنگ قلم حاکم واقعی این سرزمین باشد. شما امی مقامات بالا سرمایه گذاری کنن ایوازی که تفنگ به دست مردم میکنن، ایوازی که مظلوم قتل هم میکنن، جوانای ما را نابود میسازن. باید سر از اونا سرمایه گذاری کنن، اونا را گفته یکان تا به یک جایی برسونن، دست از اونا را بگیرن. اما اولادای مردم کشتش کلگی از یک سر. رنجی که ما داریم در تلویزیون که میبینم وقت به خدا به لپا عشق میریم، گریه میکنم، هیچ چیز به دستم نمیاد. او همچنان حکومت را در راستای پشتیبانی از هنر و هنرمند ناتوان خطاب نموده و میگوید به علت بیتوجهی دولت به هنر تئاتر و سینما در افغانستان این عرصه رو به نابودی است. قربان عجب دولت داریم، اونا را خوب وقت کشتن از بین بردن. هیچ چیزی برای هنر کم به هنرمندا هست در و در همینجا که باقی خاکش مانده میگردن و هیچ چیزی کده برشان نتانستن. حمیده عبدالله، کسی که سالهای متمادی تلاشش را در راستای هنر سینما و تئاتر به خرج داد، کسی که با تلاشهایش لقب مادر تئاتر افغانستان را برای خود اختصاص داد، این بار او را در بستر مریضی یافتیم که به خاطر پیوند کلیه از خارج کشور وارد افغانستان شدند. ایشان پیامشان صلح و دوستی هست و از دولت افغانستان می‌خواهند تا توجه بیشتر در راستای هنر تئاتر، سینما و فرهنگ افغانستان کنند. فرهاد جویا، تلویزیون 1، هرات.
برخی نمایندگان در مجلس از ناامنی ها در ولایت بدخشان ابراز نگرانی میکنند. این نمایندگان میگویند ناامنی ها در این ولایت بیش از 100 باشندگی ولسوالی کوران و منجان را مجبور کرده خود در برابر هراس افگنان دست به کار شوند و 600 تن دیگر نیز آماده شدند برای تامین امنیت بدخشان وارد صفوف پلیس محلی شوند. همزمان وضعیت در ولایت فاریاب نیز نگران کننده است، اما مقام ها در وزارت دفاع ملی از عملیات های گسترده برای تامین امنیت این ولایت ها سخن می زند. شرکت هایی که در حمله چهارراهی زنبق بیش از 20 میلیون دلار خساره مند شدند تا حال از تعهد رئیس جمهور درباره جبران خساره بهره مند نشدند. مسئولان برخی از این شرکت ها می گویند که پس از رویداد خونین چهارراهی زنبق رئیس جمهور کمیسیونی را برای فراهم کردن قرضه و معافیت مالیاتی موظف ساخت، اما با گذشت یک سال همه این تعهدها به باد فراموشی سپرده شده و هیچ کمک به شرکت‌های متضرر صورت نگرفته است. یک سال پیش تانکر بمبگذاری شده با 2000 کیلوگرم مواد انفجاری در نزدیک سفارت جرمنی منفجر شد که کیلومترها دورتر به شهروندان کشور آسیب مالی و جانی رساند. تمیم شهیر گزارش می‌دهد. بامداد روز چهارشنبه دهم جوزای سال گذشته کابل شاهد بی‌پیشینه‌ترین حمله انتحاری بود. تانکر بمب‌گذاری شده در نزدیک سفارت جرمنی هنگام منفجر شد که سربازان به راننده تانکر دستوری استرا دادند. پس از حمله چهره منطقه عوض شده بود. تا چشم کار میکرد همه جا سیاهی و دود دیده میشد. پایان کار شمار قربانیان بیش از 100 تن و شمار زخمیان به 500 نفر افزایش یافت. تمام وسایل و وسایل و چیزهایی که بودن در اطراف چهارراهی بودن همه تمام یاریق شده بود. یعنی تو چیزی را در اوجه آزاد خوب نمیدیدی، فقط صرف این طرفی را که مده او وقت گچی دولت خود بودم، اما صاحب برای ما معلوم میشد که کاملا تغییر کرده بود. نهادهای مهم دیپلماتیک به شمول سفارت‌های جرمنی، ترکیه و ایران نیز در امان نماندند. در کنار آن شرکت‌هایی که دور بر رویداد قرار داشتند به ویرانه مبدل شدند. حتی تا 2 کیلومتری شهروندان و دکانداران آسیب‌های مالی و جانی دیدند. ما 32 تن از همکاران ما شهید شدند و بیشتر از 84 نفر زخمی شدند. و این حادثه نه تنها یک حادثه المناک برای افغانستان بود، بلکه در عین زمان یک ضربه بزرگ در پیکر اقتصادی افغانستان بود. کسایی که ما از دست دادیم، همکاران عزیز ما را، کسایی بودند که شاید نظر به استعداد از اون عوام یا قطر که داشتن، تجربه کاری که داشتن، تعداد انگشت شمار در کل افغانستان باشد. به ویژه شرکت های مانند روشن، کابل استار، تلویزیون یک، بیمارستان رویال عزیزی بانک و شرکت مبل فرنیچر که در نزدیک محل رویداد قرار داشتند میلیون ها دلار خساره مند شدند. کمیسیون تعیین شده بود 16 میلیون دلار تخصیص دادن به انفجار چهارراهی زنبق که در دوام جوزا صورت گرفته بود و از هر شرکت و هر کمپانی که متضرر شده بود خسارهشان تثبیت شد، ولی تا به حال هیچ نوع کمک و یا ایست که قرضی که برای ما گفته بودن این را قرضی طویل مدت میدیم، حتی برای ما قرضی را صورت نگرفته و کسی نمیده. پس از نزدیک به یک هفته رئیس جمهور در دیدار با بخش خصوصی به مسئولان این شرکت ها تعهد کرد که معافیت مالیاتی و قرضه های دراز مدت به آنان فراهم می کند. وزارت مالیه ماموریت گرفته بود تا این تعهد رئیس جمهور را برآورده کند. هرچند کمیسیون گزارشش را درباره تثبیت خساری این شرکت ها تکمیل کرد، اما تا حال تعهد رئیس جمهور عملی نشده است. شده نکدام معافیت مالیاتی برای ما داده شده که قابل دید باشه و بتانه حداقل یک بخشی از این ضرر و تاوان را که مردم و تجار و سرمایه گذار به این منطقه متقبل شدن جبران بکنه و یا ای که کدام قرضی طویل مدت داده شود. هیچ کدام از اینا، هیچ اصلا کدام کاری در این مورد نشد. وزارت مالیه نخواست در این باره با ما گفتگو کند. در حمله چهارراهی زنبق نزدیک به 20 میلیون دلار به سکتور خصوصی خساره وارد شد که تا هنوز جبران نشده است. حمله ای که حکومت افغانستان اعلام کرد کار شبکه حقانی بوده است.
مسئولان دانشگاه خصوصی یومف سویز در کابل از برخورد وزارت تحصیلات عالی با این دانشگاه انتقاد میکنند. آنان تاکید دارند که مسئولان وزارت تحصیلات عالی با آنان برخورد مغرضانه و عقده‌ای میکنند و خلاف قانون پیشنهاد را بر ریاست جمهوری فرستادند و ذهنیت رئیس جمهور غنی را در پیوند به این دانشگاه مغشوش کردند. مسئولان این دانشگاه از حکومت وحدت ملی میخواهند که جلو مداخله نهادها در پرونده و کار این دانشگاه را بگیرند. خواستیم دیدگاه وزارت تحصیلات عالی را نیز در این پیوند داشته باشیم، اما با تلاش‌های فراوان موفق به این کار نشدیم. خواست ما از حکومت وحدت ملی و شخص جناب رئیس جمهور این است تا زمانی که دوسیه نسبتی به آنتونی مفتویس در محکمه می باشد هیچ یک ارگان اجرایی را حق نده که تا در این معضله مداخله کنند. دو، از این که برخورد وزارت تحصیلات عالی در مورد پانتونی مفتویز برخورد خصمانه بوده، وعیت رهبری پانتون نگران می باشد که وزارت تحصیلات عالی برای معلومات نادرست زین جلاد ماب رئیس جمهور را اخفال نموده است، بناهن خوازدار رهبری وزارت تحصیلات پانتونی مفت قرار زایل است. انتقال مسئول پانتونی مفتویز با پانتون کابل از طریق متناوبات خلاف قانون بوده. در ادامه این مجموعه خبری، واکنش تند اتحادیه اروپا بعد تصمیم دولت آمریکا برای اعمال تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم، فرانسه هم این تصمیم را غیر قانونی خوانده. اتحادیه اروپا به تصمیم دولت آمریکا برای اعمال تعرفه بر واردات فلزات واکنش تند نشان داده و آن را محکوم کرده. رئیس کمیسیون اروپا با نگرانی از تصمیم دونالد ترامپ میگوید این روز روز بدی برای تجارت جهانی است و اروپا در روزهای آینده تدابیری را برای مقابله با آن معرفی خواهد کرد. دولت آمریکا با وجود هشدارهای قبلی اعلام کرد قصد دارد بر واردات فلزات فولاد و آلومینیوم از کانادا، مکزیکو و اتحادیه اروپا تعرفه اعمال کند. فرانسه هم این تصمیم آمریکا را غیر قانونی خوانده است. واکنش تند اروپایی ها به تصمیم آمریکا برای اعمال تعرفه بر واردات فلزات. کشورهای اروپایی بعد تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای اعمال تعرفه بر واردات فلزات از اتحادیه اروپا واکنش تند نشان داده و آن را غیر قانونی خواندند. رئیس کمیسیون اروپا با نگرانی از تصمیم دونالد ترامپ میگوید این روز روز بدی برای تجارت جهانی است و اروپا در روزهای آینده تدابیری را برای مقابله با آن روی دست خواهد گرفت. اتحادیه اروپا معتقد است این تعرفه های یک جانبه توجیه پذیر نیستند و با قواعد سازمان تجارت جهانی مغایرت دارند. نام این اقدام به کلام ساده و روشن حمایتگرایی است. بناً امروز یک روز بد برای تجارت جهانی است و ما در روزهای آینده تدابیر را برای مقابله با آن معرفی خواهیم کرد. آلمان هم با انتقاد از تصمیم رئیس جمهور آمریکا این اقدام را اشتباه و برخلاف قوانین جهانی دانسته است. وزیر اقتصاد آلمان هشدار می‌دهد که اتحادیه اروپا در این مورد قاطعانه و عاقلانه واکنش نشان خواهد داد. امروز روز خوبی برای روابط دوسوی اقیانوس اطلس نیست. این تصمیم یک جانبه غلط است و به اعتقاد من مخالف قوانین بین المللی است. اتحادیه اروپا در این مورد قاطعانه و عاقلانه واکنش نشان خواهد داد و ما آماده هستیم تا در مورد تعرفه ها به طور کلی با آمریکا مذاکره کنیم. فرانسه یکی دیگر از قدرت های اروپایی در واکنش به این تصمیم دونالد ترامپ از اقدام قاطع و متناسب اتحادیه اروپا در برابر تصمیم آمریکا خبر داده است. برقراری تعرفه های سنگین بر واردات آلومینیوم و فولاد از اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیکو غیر قانونی است و اتحادیه اروپا اقدامات قاطع و متناسب را در این باره روی دست خواهد گرفت. همچنان کانادا در اقدام تلافی جویانه تعرفه های شدید بر فهرست بلند بالایی از محصولات آمریکایی اعمال کرد.
نخست وزیر کانادا میگوید کشورش با تمام قوت از صنایع و کارگران این کشور در برابر تعرفه های جدید آمریکا دفاع میکند. تصمیم امروز ما برای مقابله با اقدام آمریکا مربوط به مردم این کشور نمی شود. دوستی میان ما و مردم آمریکا پابرجا و خلل ناپذیر است و باید باور داشته باشیم که در نهایت عقل سلیم غالب خواهد شد. اما فعلا آنچه که امروز در رفتار دولت آمریکا می بینیم با چنین چیزی همخوانی ندارد. روسیه، ترکیه، هند، ژاپن، چین و شمار زیادی از کشورها نیز اعلام کردند که آماده مقابله با آمریکا در این زمینه هستند. روز گذشته وزیر تجارت آمریکا با بی‌نتیجه خواندن مذاکرات تجاری آمریکا با شرکای تجاری غربی خود از اعمال تعرفه تجاری 25% بر واردات فولاد و 10% بر واردات آلومینیوم از اتحادیه اروپا، مکزیکو و کانادا خبر داد. در حالی که آمریکا بر برچیدن فوری تأسیسات اتمی کره شمالی تاکید دارد، کیم جونگ اون رهبر این کشور میگوید که روند غیر اتمی شدن پیونگ یانگ باید مرحله به مرحله انجام شود. رهبر کره شمالی میگوید اراده جمهوری دموکراتیک خلق کره برای غیر اتمی کردن شبه جزیره کره پابرجاست. کیم جونگ اون ابراز امیدواری میکند که روابط آمریکا و کره شمالی به صورت مرحله به مرحله پیشرفت کند و به راه حل منجر گردد که متضمن حفظ منافع تمامی طرف ها به شیوه نوین باشد. سپاسگزار همراهیتان به خبر ده امشب. شبتان بخیر.